سلام بچه ها، من منوچهر هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. امشب شب یلداست، یلداتون مبارک باشه. مهر رو نگاه کنید پشت سر من، هیچی دیده نمیشه. بچه ها امشب سه تا هدیه دارم براتون. یکی یه آموزش خیلی ساده و راحت طراحی چهره است که تو سه سوت میتونید طراحی چهره انجام بدید، بدون اینکه استعداد داشته باشید، حتی بدون اینکه بلد باشید یا قبلا کار کرده باشید. کسایی هم که انجام بدن ویدیوشو برام بفرستن از این هنسفری های خوب هدیه میگیرن بدون قرعه کشی. و دومیش اینه که کسایی که میخوان به عشقشون هدیه بدن روز ولنتاین، و ولنتاین 25 بهمنه، به مدت یک هفته فرصت دارید که صفحه سفارش کنید با 50% تخفیف. و سومیش یه هشداره که میریم ادامه ویدیو میبینیمش. خیلی خب بچه‌ها، می‌خوایم یه چهره کاملا استاندارد بکشیم، از دو تا مداد استفاده کنید. یکیش رو می‌خوایم باهاش علامت بزنیم به خاطر اینکه می‌خوایم یه مربع بکشیم که ضلعاش با همدیگه مساوی باشه. اگر می‌تونید این کار رو چشمی انجام بدید و از مداد دوم هم استفاده نکنید. بعد می‌خوایم مربع رو به دو قسمت مساوی تقسیم بکنیم و عینش رو پایین اضافه بکنیم. خیلی خب، حالا یه خط عمودی از وسط می‌کشیم تا پایین. حالا ما 3 تا مستطیل و 6 تا مربع داریم که میخوایم ضلع‌های مربع رو به 3 قسمت مساوی تقسیم کنیم. اونم بعضی از ضلع‌ها رو، همین ضلع‌هایی که میبینید من علامت میزنم، نه همشو، به صورت چشمی به 3 قسمت مساوی تقسیم کنیم. حالا با مستطیل وسط کار داریم. علامت‌هایی که زدیم رو میخوایم خط بکشیم و اونا رو به همدیگه وصل بکنیم. حالا ما 6 تا مستطیل کوچیک‌تر داریم. از مستطیل بالا شروع میکنیم بین عدد 1 و 2 و اون رو میخوایم به 4 قسمت مساوی تقسیمش بکنیم. همین بلا رو هم سر مستطیل سمت چپیش بیارید. حالا دو خط وسط و نزدیک رو تا خط چهارم میکشم و میام پایین. با مستطیل پایینی کار نداریم، یه خط مثل من زبدری از گوشه تا گوشه بکشید. اینجا که نشون میدم جای چشمه. ببینید من چشم رو کجا میکشم؟ سیاهی چشم نزدیک خط پایین هستش و بعد یه کمان روش، یه کمان زیرش روی خط شماره 1. اینجایی که نشون میدم ابرو رو شروع میکنید و با یه همچین زاویه از گوشه چشم انتهای ابروتون باید باشه. بینی رو میخواییم با 5 تا پرانتز بکشیم بچه ها. یه پرانتز بزرگ و یه پرانتز بزرگ دیگه رو به روش، 2 تا پرانتز کوچیک برای سوراخ‌های بینی و یه پرانتز بزرگ دیگه که روش به بالا باشه. 2 تا سوراخ‌های بینی رو به هم وصل می‌کنم. اینجا منطقه لب هاست. میام علامتی رو که زدم خطش رو میکشم و تا آخر کادر میرم. این خط شما میشه وسط لب ها بچه ها. میام خط 4.5 رو تقسیم بر 2 میکنم. اینجا میشه خط بالای لب شما و بعد نقطه‌ای که خط اوری برخورد کرده با خط عمودی میشه زیر لب پایین شما. بچه ها دوتا علامت پایین پهنای چونه رو نشون میده، همدیگه وصلشون کنید. و خطی که وسط لب ها رد شده و به گوشه مستطیل خورده انتهای فک ها رو نشون میده. دو خط بالایی که میبینید گوشه های شقیقه است و اونها رو به هم وصل کنید. برای کشیدن کنار صورت، قسمتی که به کنار چشم میرسد رو یه مقدار به داخل ببرید و دوباره بیاید بیرون و روی خط پهلوی مستطیل حرکت کنید. علامت های دوم خط پایین گردن رو نشون میدن و از اونجا شما میتونید گردن رو بکشید. بچه ها گردن رو خیلی بلند نکشید. صورت ما یه مقدار خشک و زمخته، یه مقدار نرمش کنید، یعنی که گوشه های تیز رو گرد کنید. قاعدتا وقتی یه گوشه های گرد رو تیز میکنید خط شما داخل تر میاد و صورت کمی کوچیکتر باید بشه. بچه ها ما دو مدل فلش داریم. دیدید که بعضی ها این شکلی فلش میکشن و بعضی ها یه طرفی. ما این فلشی که یه طرفی هستش رو میخواد. از گوشه چشم شروع کنید، فلش رو بکشید و انتهاش رو تا زیر بینی بیارید. خط کوتاه فلش رو دوبل کنید. خیلی خوب، حالا محیط دورش رو یه مویی که خودتون دوست دارید بکشید. مثل من نمیخواد همه تارهای مو رو بکشید، فقط برجستگی های مو رو بکشید و زیرشون رو سایه بزنید. اگر دوست داشتید میتونید وسط بینی یه دایره کم رنگ بکشید و اون رو امتداد بدید بیایید بالا و به ابروها وصل کنید. برای اینکه ببینید با این روش خیلی راحت میشه چهره کشید، توی ادامه ویدیو من یه چهره رو با همین روش با مداد میکشم براتون. Thank you.
خب بچه آموزش رو دیدید، از کارتون حتما ویدیو بگیرید انجام بدید، برام بفرستید تو پیجتون بذارید، زحمت بکشید تگم کنید. بعد بچه از خطکش استفاده نکنید، به نظر شده اولش سخت بیاد ولی یه بار انجام بدید یادتون میمونه، کاری نداره. بریم ویدیوی هشدار رو ببینیم، خیلی مهمه این چند وقته و پارسال هم یادم بود از این موردها، گولشون رو نخورید. بریم ما هم ببینیم. خیلی خوب بچه‌ها، ببینید این پیجشه، بالاش نوشته که کار نقاشی انجام میده، رنگی روغنی نوشته، اصلا یه تکنیکی که اصلا نداریم، اسمش هم درست بلد نبوده. و بعد میبینید نقاشی خیلی قشنگی داره، ولی خب یکم که دقت کنید اصلا نیاز به دقت آنچنانی هم نداره که تابلو، این اصلا نقاشی نیستن و کار کامپیوتری هم و قیمت 30,000 تومان خیلی عجیبه. کسی که نقاشیش به این خوبی باشه که اصلا تابلو بازی نقاشی نیست، اصلا همچین قیمتی کار نمیکنه. کامنتاش همونطور که میبینید بسته است، با 2000 خورده فالوور کلا 50-60 کامنت 50-60 لایک داره و کارا رو که میبینید بعضیش رو دیلیت کرده دور و برش رو و پرینت گرفته گذاشته زیر دستش، حتی فتوشاپ هم نکرده اونها رو. بچه‌ها کارها رو نگاه کنید، وقتی که تو دستش گرفته روی تخت شاسی بک‌گراند کار سفیده، همیشه عکس تو فتوشاپ اگر ماهر نباشید که بندازید رو برگه، بک‌گراندش همونطوری که میبینید سفیدتر از برگه میشه و کاملا مشخصه. به خاطر همین سری نوشته رو انداخته روی عکس، اصلا دلیلی نداره که نوشته رو بندازید روی عکس، اینقدر عکس کامل و واضحش وجود داره. بعد رنگ روغن رو گذاشته کنار، مداد رنگی با هم عکس انداخته، اصلا ما تکنیکی نداریم که اینو با هم دیگه میکس بشن. خلاصه اینا دقت کنید، حالا نوشته 30,000 تومان میگیرم و بعد از کار این پول رو میگیرم، بس چجوری داره دزدی میکنه. وقتی که شما پیام بدید میگه شما رو استثناء من الان پول لازم شدم، اگر ممکنه که پول رو بزنید به کارتم، کار شما حاضره و کار شما رو با نرم افزار ادیت میکنه، یه قسمت هایش رو پاک میکنه که مثلا کار نیمه کار است و برای شما ارسال میکنه، شما پول رو میزنید به کارتش. و گاه هم بعضی ها هم دلشون میسوزه، به جای 30,000 تومان 50,000 تومان 100,000 تومان حالا کم و بیشتر براش پرداخت میکنه. عکسایی هم که میبینید روی بوم و سپایه هست همشون فتوشاپه، کسایی که فتوشاپ بلدن قشنگ میدونن که گوشای شارپ و تیزی داره و عکسای دیگران رو برداشته. حواستون باشه و اینجور چیزا رو سفارش ندید. چندین مورد من این شکلی دیدم، حالا دیگه گفتم این مورد رو براتون توضیح بدم، برای کسای دیگه هم بفرستید لطفاً. پیامی که به شما میده اینه که پست های من رو بردارید استوری کنید، یه متنی و مینی میفرسته براتون، میگه که من هزینه زندگیم رو از این راه به دست میارم و لطف کنید که مثلا من رو استوری کنید تا من بتونم یه درآمدی داشته باشم. با این پیام میاد جلو شما شاتش میکنید. تشکر، شب خوبی داشته باشید، یلداتون مبارک.